وقت شما عزیزان به خیر و شادی باشه. در جهان افتخارات بسیاری مردمان کسب میکنند و تا مدت ها برای آنان و حتی نزدیکانشون باعث خوشنودی و یک حس دلپذیر داره، اما به مرور زمان این هیجان خوب جای خود را به موضوعات دیگر در زندگی روزمره میدهد، به طوری که شاید در طول سال گهگاهی سخنی از آن پیروزی های گذشته شنیده شود و فقط یک خاطره بیش نباشد که همراه آنان هست. اما افتخار همیشه جاوید چیست؟ آنچه در تجربه به ایمان آوردن به مسیح یافتم و آنچه را که در کلام خدا من تعلیم گرفتم، این میباشد که تمام افتخاراتی که برای جلال خدا کسب میکنیم جاودانه خواهد بود. موسی در مزمور 90 آیه 10 نیز اعلام میکنه ایام عمر ما 70 است، زیرا به زودی تمام شده و نیز پرواز خواهیم کرد، و به نوعی اعلام داره میکنه که در همون آیه که بنیه ما 80 سال هست، لیکن فخر آنها مهنت و بتالت خواهد بودش. و در مزمور 89 آیه 15 الی 16 نویسنده این گونه اعلام میکنه: خوشا به حال قومی که آواز شادمانی را می دانند، در نور روی تو ای خداوند خواهند خرامید، در نام تو شادمان خواهند شد، تمامی روز در عدالت تو سرفراشته خواهند گردید، زیرا که فخر قوت ایشان تو هستی، یعنی خداوند، و به رضامندی تو شاخ ما مرتفع خواهد شد. یعنی حمایت خدا با ما خواهد بودش، جلال خدا نیز در زندگی ما دیده خواهد شد. زمانی که اجازه میدیم خداوندمون رو خدمت کنیم، با خداوند همقدم هستیم، اراده خدا رو توی زندگیمون میخوایم و نیز نسبت به موضوعات زندگی که در برابرمون داریم از خداوند مشورت میگیریم. پولس رسول نیز اینگونه اعلام میکنه در نامه اول قرنتیان 1:31: تا چنان که مکتوب است، هر که فخر کند در خداوند فخر نماید. و اگر اجازه بدیم فخر ما خدا باشه، مطمئن باشیم که خداوند مطابق فیضش ما رو برکت میده تا باعث افتخار همدیگه باشیم و نیز زندگی ما نیز یک افتخاری باشه برای تمام آنانی که خدا رو دوست دارند.